این صدیه رو من میدم 50 یورو ازت میگیرم هدیه راحله برای علی. 50 یورو من به علی میدم. خیلی خوب، خوشحالیم که علی پذیرفت این هدیه. آره خیلی خوشحال شدم. تو با کمال میل کنتاکت راحله زالم کردم که تشکر. خب اینم از این کاری که خواستم انجام بدم. علی و راحل ازت من مرسی. راحله مرسی، ممنونم از هدیه خوبی که به من دادی که منم با آندره نصفش کردم و خیلی خیلی خوشحالم کردی. البته من این کاری که موهای زیبا درست کردم با جون و دل و با عشق این کاری کردم و انتظار هدیه نداشتم، اما وقتی که هدیه رو بهم دادی خیلی خیلی خوشحال شدم و ازت ممنونم. میبوسمت هم از طرف خودم هم آندری. بای. سلام زیبا، دیگه پیام رو همینجوری سرسری دیدم. الان اتفاقا برای سحر عینکایی که باید گرفتم و فیلمشو برای سحر فرستادم که ببینه مدلشو. بعدش مرسی از همه بچه ها، مرسی که علی این هدیه ناقابل رو پذیرفت. خیلی نیست ولی به هر حال هدیه است دیگه. من خودم از هر نوع هدیه خوشحال میشم، برای هم فکر میکنم که همه آدم ها هدیه گرفتن رو دوست داشته باشن و اصلا قابلی هم نداره. برگ سبزی است تحفه درویش به قول قدیمی ها که میگن. پریسا جون مرسی، من دیگه اینجا برای زیبا یه پیام فرستادم، برای خودم البته پیام میدم. مرسی پریسا جون از همه زحماتی که کشیدی، از این عشقی که دادی توی خونت و این صفایی که ایجاد کردی داخل خونت. یاد میزنه نمیتونم دیگه بی تو بمونم، وقتی نیستی سایه تو با منه، تو که نیستی دیگه انگار کسی نیست، توی دنیا دیگه فریاد رسی نیست. دل هیچ کس مثل تو عاشق عشق، آسه من پر دل واپسی نیست. وقتی میام به خونه خست عزیزمونه، دیگه لحظه بای بای رسیده. هلو بای 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 بای. خیلی خوش گذشت، مرسی که فرستادی منو تا اینجا آوردی. مرسی از تو. ولی من میخوام برید دیگه، منتظر نشیم که تا قطار، چون که من میخوام بعد یکم هم دیگه زیه زره یکم زود اومده. زود اومدی اینا میشه اینجوری میکنی. یا 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 اوکی اینان دو ام آرمه کوشه. اوکی زیگون خوب، خیلی خوب، مرسی. بری بای 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 بری دیگه. مرسی مرسی بری اینا بای بای بری. وقتی میام به خونه خواست از خب بالاخره قطار ما اومد. دم 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 دارم دم دم دارم دم دم داریم سوارشیم. چمدونم هم که یه بریم سوارش دو تا چمدون بارم زیاده برم الان دیگه اینجا رو تنها نیست. تو رو فریاد میزنه
نمیتونم دیگه بی تو بمونم، وقتی نیستی سایه تو با منه. زیبا، ما هم رسیدیم خونه، میام برداشتم گذاشته بودیم بیرون، آوردم ایشون خونه دوباره که بعد بذارم ایشون کلنم زنگ. سفرت خوش، امیدوارم که اصلا نفهمی چجوری میرسی هامبورگ و احمد رو ببینی و راحت برسی خونه و روز از نو، روزی از نو. چه خوب خلوت. موزیکم دارم گوش میدم. دارم میرخصم. بچه ها من رسیدم خونه، اینم گل مو، اینم پل و پز و وسایلی که ریختم الان، اونایی که یخچالی بود، اونایی که تو قفسه باید میذاشتم گذاشتم، لباسارم اونجا گذاشتم و یه سری چیزایی که لازم بود و در بردم و دو سه تا ظرف شستم و دستشویی رفتم و احمدم که اومد. واقعا اینقدر خسته بودم که اصلا اون بسته کوچیکم نمیتونستم. گفتش که اونم بده به من. گفتم باشه با کمال میل. گفت میخوای اونم بدی به من؟ گفتم آره. بعد اومدیم اینجا و بعد تأخیرم داشت. احمدم که طبق معمولم میشه زود میاد، 40 دقیقه تو سرما وایستاده بود، ولی خب گفت برای من ورزش شد فلان شد. خلاصه اومد رفت و یه دونه از اون بیسکویت های پریسا رو بهش دادم گرفت. خیلی خسته هستم ولی خیلی سفر خوبی بود و کلن یکم تپش قلب داشتم پیشب و امروز هم با خودم گفتم که شاید به خاطر دو تا کافه و نمیدونم، حالا به هر حال یه ذره استراحت میکنم و بیام الان تو گروه ببینم چه خبره. خلاصه ما رسیدیم خونه و بعد از یه استراحت و دوش و اینا دیگه فیت میشیم و سر. خب تا بعد.